نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. بعد از سوره تطفیف که ما در سوره تطفیف خواندیم، هر کسی در جای خودش، کتاب الابرار لفی علیین، کتاب الفجار لفی سجین، در جای خودش نامش ثبته. حال در سوره انشقاق علی سبیل ترقی می خوانیم که لتركبن طبقا عن طبق. شما احوال مختلفی خواهید داشت، یک حالت نخواهد بود. از این حالت به اون حالت چی میشید؟ منتقل میشید. و در سوره قبل از تطفیف انفطار بود که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اونجا زجر بود، توبیخ بود بر انسان که چرا از رب غافل است و چه چیزی او را درباره رب فریب داده. اینجا هست ترغیب به سوی کار نیک همون انسان. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بله، خب آغاز میشه این سوره هم با تخویف اخروی. اذا السماء انشقت، زمانی که آسمان شکافته میشه، آسمان باز میشه. و اذنت لربها و حقت، اشارت به این است که این حکم پروردگار را داره اجرا میکند که تکه پاره میشه، شکافته میشه، شکافی ایجاد میشه. و اذنت لربها، گوش به فرمان هست برای ربش، گوش میدهد برای ربش. و حقت، و سزاوارم هست، سزاوار هست که برای رب مطیع باشد، فرمانبر باشد، گوش به فرمان باشد. و اذا الارض مدت، و زمانی که زمین گسترده میشه. زمین چطور گسترده میشه؟ پهن میشه. قبلا خواندیم که کوها برداشته میشه، خود زمین کوبیده میشه، صاف صاف میشه. و القت ما فیها و تخلت، و می اندازد اون چی که در شکم زمین است، یعنی تمام انسانهایی که در شکم زمین دفن هستند همه را بیرون می اندازد. و تخلت، و تخلیه میشه، خالی میکند وجودش را از هر امانتی که در او هست. چرا این کار را میکند؟ مثل آسمان. و اذنت لربها و حقت، گوش به فرمان رب هست، و حقت و سزاوار هم هست. اشاره به این است که زمین و آسمان با این عظمت گوش به فرمان رب هستند. تو ای انسان همچنین باش. لذا الله عز و جل از شدائد و احوال و سختی های اون روز بیان می فرماید. بعد از اینکه از شدائد اون روز بیان می فرماید، حال من و توی انسان را تشویق می کند به سوی اعمال صالحه. یا ایها الانسان بنویسید ترغیب الی الاعمال صالحه، ترغیب به سوی اعمال صالحه. الله می فرماید یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح، همانا تو کادح هستی. کادح به معنی جاهد،
به معنی ساع، سعی کننده، تلاشگر. انک کادح، تو تلاشگری، تلاش میکنی. الی ربک کدحا، به سوی پروردگارت. الی ربک، مفسرین مقدر کردن لقاء را، ای الی لقاء ربک، تلاش میکنی به اینکه ربت را ملاقات کنی. کدحا، تلاشی، سعی در طول حیاتت به ملاقات رب سعی میکنی. فملاقی، پس ملاقات کننده او هستی. یعنی بعد از سالها تلاش، بعد از سالها زحمت و کوشش، آخر به ملاقات پروردگار میروی و خدا را ملاقات خواهی کرد. وقتی که خدا را ملاقات میکنی، الله عز و جل بشارت بیان میفرماید. فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. الان انسان ها دو گروه هستند. فاما من اوتی کتابه بیمینه، اما اون انسانی که نامه اعمال به دست راست داده میشه، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب حساب گرفته میشه از او، حساب آسان. الله عز و جل مسامحه میفرماید، چشم پوشی میفرماید. و ینقلب الى اهله مسرورا، این انسان بر میگردد به سوی اهلش، میرسه فی الجنه، میره در بهش جایی که اهلش هست، مسرورا خوشحال. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، تخویف اخروی. اما اون انسانی که نامه اعمالش داده میشه پشت سر، فسوف یدعو ثبورا، این انسان چنان غمناک است، غمگین است که مرگ را فریاد میزنه، مرگ بیا، تمنای مرگ میکند. اینجا قرآن گفته که اما من اوتی کتابه وراء ظهره، پشت سر. در آیه دیگه هست کتابه بشماله، کتاب و نامه اعمال به دست چپ داده میشه. خب به دست چپ پشت سر چگونه؟ نوشتن مفسران که خدای تعالی اینو شکنجه میده چنان که شکمش پاره میشه، و در روایت هم آمده از وسط شکم دست را داخل میبرد و دست از پشت خارج میشه، نامه اعمال اونجا به دست چپش هست. به این صورت نوع شکنجه هست. و این هم میشه که بگیم وراء ظهره، این است. ببین کسی، بچه‌ای که میره مدرسه، کارنامهش را میگیره، تو کارنامه قبول نوشته، نه اینکه تنها این به دست گرفته، بلکه بلند میکند همه ببینن قبوله. اما اون بچه‌ای که کارنامهش مردود نوشته، همش صفره، اون نشان نمیده. اون اگر کسی از روبرو بیاد، کارنامه را پشت مخفی میکنه، کسی نبیند. شاید به این معنی هم باشد که وراء ظهره، پشت سر، از بس که خجل است، از بس که شرمنده است. لذا الله می فرماید و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما آن انسانی که داده میشه نام اعمالش پشت سر، فسوف یدعو ثبورا، این ان قریب می خواند مرگ را، و یصلا سعیرا، این انسان وارد سعیر جهنم میشه. چرا؟ این مشکلش چی بود؟ سبب چیه؟ سبب اول، انه کان فی اهله مسرورا، همانا این انسان در اهل و عیالش مسرور بود. آیا سرور و خوشحالی با زن و بچه اشکال دارد؟ این مسرور به معنی خوشحالی نیست، بنویسی بیغم، یعنی بیخیال، اصلا به فکر آخرت نبود، گویی که زندگی همینی که با زن و بچه خوش بگذروند.
لذا بی خیال بی غم بود. سبب دوم، انه ظن ان لن یحور، همانا این انسان فکر میکرد که ان لن یحور هرگز بر نمیگردد. لن یحور یعنی لن یرجع حیا، دیگه زنده بر نمیگردد. وقتی که مرد دیگه مرد و رفت برای همیشه، در حالی که بلا ان ربه کان به بصیرا، چرا نه، بله بر میگردد، همانا پروردگار نسبت به او بیناست. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. الله تعالی سوگند یاد میکنه به شفق، فلا اقسم بالشفق. شفق اون قرمزی را میگویند در افق که بعد از غروب خورشید تا دیر وقت اول شب میماند. و اللیل و ما وسق، و شب و ما وسق، و اون چی که شب کامل میگیرد. و القمر اذا اتسق، و قسم به ماه وقتی که چی اتسق هم کامل میشه، بدر کامل میشه. لترکبن طبقا عن طبق، این مدعای سوره هست. ببینید شما ترکبون سوار میشید یعنی خواهید داشت، طبقا عن طبق یعنی احوالا بعد احوال، احوال مختلفی، شما احوال مختلفی داری. ببین سه چیز را خدای عزوجل به عنوان شاهد ذکر کرد یا به عنوان قسم و سوگند. این سه چیز سه تا حالت مختلف هستند. وقتی که شفق هست هنوز تاریکی کامل نیست اما هوا تاریکه، در افق قرمزی میبینی. وقتی که واللیل و ما وسق، شب کامل بشه شما هیچ قرمزی هم نمیبینی، هیچ نوری هم نمیبینید، سیاه سیاه میبینی. والقمر اذا اتسق، وقتی که ماه کامل بشه، بدر بشه، چارده بشه به اصطلاح، شما شبی میبینید با ماهی تابان درخشنده، یه نور بسیار زیبا و جالب. پس احوال مختلفی هست، هم کمی سیاهی میبینی، هم زیاد سیاهی و شب تار میبینی، و هم شبی که در اون یک بدر کاملی می درخشد که اصلا گویی شب نیست روز هست. اینا احوال مختلفند. این ستاره به عنوان شاهد ذکر کرد، می فرماید همچینی شما احوالتون مختلفه. لترکبن طبقا عن طبق، شما قرار می گیرید بر یک طبقی از طبق دیگر، یعنی بعد از یک حالتی به حالت دیگر. چطور از یک حالتی به حالت دیگر؟ علامه آلوسی نوشته والمعنى لتركبن احوالا بعد احوال، شما قرار میگیرید بر احوالی بعد از احوالی. هي طبقات في الشده، اینها طبقاتی هستند در شدت، یعنی احوال شدید و سخت. بعضها ارفع، بعضیها از بعضی بالاتر. خب این طبقات، این احوال، این که قرآن اشاره میکنه کجاست؟ میگه و هی الموت و ما بعده من القیامه و احوالها. این طبقا ان طبق منظور مرگ است، بعد از مرگ احوال مختلف تا احوال مختلف قیامت، احوال مختلف میآید. لذا الله تعالی اینجا سوگند میخورد که ای انسان، مراحل مختلفی، شدید و غیر شدید، جلوی راهت هست، آمادگی داری یا نه. اما باز زجر بر انسان بی ایمان
که با وجود مقتضیات خوف، با وجود اینکه خداوند مسائلی را عنوان میکنه که باید هر انسان بترسد، اما او نمیترسد چون ایمان ندارد. الله میفرماید فما لهم لا یؤمنون، بنویسی با وجود مقتضیات خوف، با وجود اینکه مسائلی است که باید ترسید، چه شده آنها را، بعضی از انسانها را که لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. و اذا قرئ علیهم القرآن، زجر، هرگاه قرآن بر آنان تلاوت میشه، لا یسجدون، سجده نمی کنند، نه اعتقادا نه عملا. عملا سجده که سجده هست، اعتقادا یعنی خدا را باور ندارم به یگانگی. چرا؟ علتش این است، بل الذين كفروا يكذبون، اصل اینه که کسانی که کفر کردن تکذیب میکنن بلا دلیل، قیامت را بدون دلیل باور ندارند. بله، والله اعلم بما يوعون، حال این تخویف اخروی است، در حالی که الله عز و جل بهتر میداند بما يوعون، به آنچه که جمع می کنند. وعی، جمع کردن در سینه را میگن. به ما یوعون تفسیر مظهری نوشته به ما یجمعون فی الصدور من الکفر والعداوه، کفر و عداوتی که تو سینه هایشون جمع می کنند الله بهتر می دوند. عقاید و اعمالی که در درون خودشون دارند الله خوب می داند. پس به اینها مژده عذاب بده که اینها در دل کفر و شرک دارند و بر عمل ها کذا. فبشرهم بعذاب الیم، آنان را مژده بده به عذاب دردناک. البته گروه استثناست، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. لهم اجر غیر ممنون، بشارت است برای آنهاست، اجری غیر ممنون یعنی قطع نمیشه، غیر مقتو در آخرت. استثناست از اونهایی که اعتقاد و اعمال بد دارند، اینها هم اعتقادشون خوب، آمنو و هم عملشون عمل